أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اگر نداشت که پیراهنش نمیتوانست شفا بخش دیدگان من باشد. خدایا چها که نمی کند، عشق چها که نمی کند. مبارک است یعقوب. ده روز است که من بوی یوسف را احساس می کنم. همه می گفتند دیوانه شدم. آنها با عالم عشق بیگانند. پیراهن یوسف 10 روز پیش از مصر به سوی تو آمد. من از 10 روز را بوی یوسف را ادراک میکنم. بیشتر از چاه یوسف گذشتی و بوی یوسف را احساس نکردی. پس چرا امروز از این راه دور؟ آنگونه که امروز مقام و مرتبت ولایت را درک میکنی آن روز نمیکردی. پس درست فهمیدم، یوسف بر من ولایت داشت. آری، تو در فراق ولی مویه می کردی و همین مویه و انتظار تو را به جایگاهی والاتر از گذشته رسانده است. عشق به ولایت هر دیده ای را بینا می کند. و عنایت پروردگارم دوباره مرا بینا کرد. پیراهنی که ابراهیم را از آتش نمرود نجات داد چشمان مرا شفا نمیده. پس برادرانت نگران نباشید، بیایم پدر. یوسف چه؟ یوسف هم با آنان است؟ نه پدر، ما به دیدار او خواهیم رفت با تمام اعوان و امثال خود. پروردگارا سپاس گذارم. خدایش نبی خدا دیدیماز. نگفتم پدر اینجا نیست. اینجا کلبه احزان است، پدرت دیگر محزون نیست.
حتما چشمان پدر بینا شده و پس از سالها دوباره به خانه بازگشته است. همینطور است. چون میدانستم که امروز شما باز میگردید منتظرتان ماندم. سلام پدر، شما اینجا هستید؟ سلام عزیز پدر. خوشحالم از اینکه دوباره شما رو میبینم. پدر، چشمان شما بینا شده، شما میبینید. این از معجزه پیراهن برادرت یوسف است پسرم. سلام پدر. درود بر نبی خدا. سلام پدر. چشمان پدر میبینند. چشمان پدر بینا شده. چشمان نداره. بینا شده. چطور؟ سلام بر نبی خدا. درود بر تو. پدر. سلام پدر. سلام. بله. عبدالله ما رو نبخشد و از ما دیده باشد. خوشحال نیستی؟ چرا؟ اما فکر به گذشته تلخ آرامم نمی گذارد. پدر ناراحت است؟ طبیعی است، مخصوصا که حالا فهمیده از فرزندانش چه خطایی بزرگی مرتکب شدند. خشمگین است. خداوند را شکر میگویم که در خطای برادرانم شریک نیستم. چقدر به شما گفتم توبه کنید، چقدر گفتم حقیقت را بگویید و مرا از اندوه نجات دهید. میدانیم که ما خطاکاریم و با برادر خود بد کرده ایم. با این همه از شما طلب بخشش داریم. ستمکارتر و بی‌ترحم‌تر از شما هم هست. شما ابتدا از خداوند طلب بخشش کنید، نه از من. اگر از ترس رسوایی بین مردم نبود پیش از اینها اقرار میکردیم. ترس از نفرین شما مانع افشای حقیقت بود، وگرنه میگفتیم. خداوند که بر اعمال شما آگاه بود. من میگویم چرا در خلوت و در پیشگاه خداوند از گناهان خود توبه نکردید. این پیراهن را میشناسید؟ پیراهن خونین یوسف است. این را برای چنین روزی نگه داشتم، روزی که حقایق برملا شود. شرم نمی کنید؟ این چه ستم بود با پدر؟ شما که گفتید یوسف را گرگ دریده، پس چه شد؟ یوسف که زنده است. می خواستید مانع سروری و برتری یوسف شوید ها؟ ایستادگی در برابر اراده خداوند؟ شرم نکردید؟ یوسف ما را بخشید. شما هم اگر بزرگواری کرده عفومون کنید، بیشک خداوند نیز از ما خواهد گذشت.
نزدیک به 40 سال مرا رنج داده اید، اینک با یک بار طلب مغفرت توقع بخشش دارید. بروید، بروید. تا مدتی در انتظار بخشش سفری نکنید شما را نخواهم بخشید. یعنی شما آنها را نخواهید بخشید؟ اینها قدر بخششی که به سهولت حاصل شود نمی دانند. نگران این باش که خداوند آنها را نبخشد. بنیامین، تو نزد پدر عزیزتری. ما را شفاعت نمی کنی؟ باید شفاعت کنم؟ می دانیم تو نیز در فراق برادر زجر کشیده، ولی ما هم برادران تو هستیم. میخواهید با خونی که بر دلم کرده اید و خونابه‌ای که سالها از دیدگانم روان ساخته اید به این زودی توقع بخشش نداشته باشید؟ شاید گذشت زمان دل زخم خوردم را بر سر مهر آورد. پدر، من هستم بنیامین. داخل شو. پدر، من برای شفاعت آمدم. تو چگونه میتوانی شفاعت کنی؟ چگونه میتوانی ستمی که اینان در حق من، برادرت، خودت، لیا و دیگران مرتکب شدن فراموش کنی؟ تا جایی که من به یاد دارم شما همیشه گناه برادرانم را از عداوت و دسیسه های شیطان میدانستید. بازیچه شیطان شدن گناه کوچکیست؟ اطاعت از شیطان برای پیامبرزادگان پذیرفتنیست یا مجازاتی سنگین تر دارد؟ بروید، بروید تا وقتی دیگر، بروید.
نزدیک 40 سال چون مرغ سرکنده در جلوی چشمانشان پرپر زدم. در فراق برادرت اشک ریختم، دیده سپید کردم، اما هیچ یک بر من ترحم نکردند. اگر یک کلام، فقط یک کلام گفته بودند، همه رنجهای من پایان می‌یافت. مرا ببخش پدر، اگر اصرار نمی کردند به شفاعت نمی آمدم. من تردید ندارم که رفتار پدرت به صلاح برادران توست. به هر حال خدا را سپاس می گویم که این فراق هرچه بوده به پایان رسیده. پدر، فرمان کوچ نمی دهید؟ برادرم یوسف منتظر است. ما باید به مصر برویم؟ با همه اولاد و نوادگان و اموالمان. برادرم منطقه بزرگی از مصر را در نزدیکی منفیس به ما اختصاص داده. صبح فردا حرکت می‌کنیم. بگویید همه بار ببندند و آماده سفر شوند. بگویید لباس‌های نو بپوشند، خود را آراسته و مرتب کنند تا یوسف در برابر بزرگان مصر شرمنده نشود. ممکن است آنان طعنه بزنند که قوم تو بی چیز و بی نوایند. میفهمم پدر، ممکن است زهد ما را فقر تعبیر کنند. برو بزن. مردم کنعان بسیار سخت است که پیامبر خود را از دست بدهد. اگر به ملاقات فرزند گمشدتان یوسف نبی نمی رفتید، بیشک مانع رفتنتان می شدیم و به این آسانی شما را از دست نمی دهد. برای ما نیز ترک کنعان و دل کندن از دوستان سخت است، اما فرمان ولی خداست، باید اطاعت کرد. مردم سرزمین فراعنه با یک تا پرستی بیگانه اند. شاید یوسف با ترویج آیین ابراهیم میخواهد یک تا پرستی را در مصر ایجاد کند. امیدوارم پیامبر خدا ما را فراموش نکنند و در حق ما دعا کنند. خدا نگهدارتان.